ماهای معمول بی بی سی فارسی رو قطع میکنیم برای دیدن کنفرانس مطبوعاتی عادل جوبیر وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی و همچنین برایان هوک مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا با هم ببینیم. On how they can organize, train and equip their proxies with conventional weapons. و من در صحبت‌های خودم اشاره کرده به اون چیزی که ما داریم بهش نگاه میکنیم. حمله ها از طریق جنگنده، حمله از طریق بالگرد، حمله از طریق زیردریایی، سلاح‌هایی که بیشتر از برد 300 کیلومتر دارن. من همینطور اشاره کردم به لطف برنامه‌های هسته‌ای ایران بسیاری از همین محدودیت‌هایی که گفتم در سال 2023 منقضی میشن. بنابراین توافق هسته‌ای ایران تا 4 ماه دیگه به کلی دچار فروپاشی میشه و این فروپاشیش ادامه پیدا خواهد کرد تا وقتی که چیزی از توافق هسته‌ای نمونه. خیلی‌ها توجه نمی‌کنند به این واقعیت که برنامه جامع هسته‌ای ایران، یعنی همون برجام، دوران انقضای خودش رو بهش نزدیک میشه. این برنامه هسته‌ای ایران به زودی ایران رو از تعهدات خودش مبرا میکنه. رسانه‌ها همچنین گزارش دادن که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای حکام و همینطور رئیس آژانس مشخصا از ایران اسم بردن به خاطر اینکه اجازه نداد بازرسان اون آژانس به مناطقی که مشکوک هستند برن و از اون مناطق بازدید بکنند. ایرانی‌ها همچنین از پاسخ دادن به یک سری سوالات اساسی به بازرسان خودداری کردند. این نوع رفتاری هستش که ایران براش مشهور هست. اونا با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دست به یک موش و گربه بازی می‌زنند. ما در مورد سلاح‌های هسته‌ای ایران همین حرف رو می‌زنیم. باید این مسئله رو خیلی جدی گرفت. در شورای حکام آژانس با 25 رأی موافق و 2 رأی مخالف رأی دادند. این رأی داده شد با ابتکار فرانسه، آلمان و بریتانیا، هرچند چین و روسیه بر ضدش رأی دادند، ولی ما فکر می‌کنیم که چین و روسیه به عنوان قدرت‌های هسته‌ای یک مسئولیت خیلی خاصی رو دارند که از اون معماری منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای حمایت بکنند، از یک معماری که بسیار مهم بود برای تأمین امنیت جهانی. ما یک سوال دیگه ای رو داریم. ایران لا تحترم سيادة الدول وتعتقد انه كل شخص بالمذهب الشيعي يجب ان يدفع الى ايران. هذا كانه ايطاليا تقول انه كل واحد بالمذهب الكاثوليكي يجب ان يكون تحت سيطرة ايطاليا وليس تحت سيطرة دولهم، وهذا امر مرفوض. وهذا المبدا عدم احترام السيادة موجود في الدستور الايراني، كما ان مبدا تصدير الثورة موجود في الدستور الإيراني. كما ذكر معالي فيما يتعلق بعدم احترام إيران للاتفاقيات اللي وقعتها، بالرغم أننا متأكدين أن الاتفاق النووي اتفاق ضعيف وكان مفترض أن يكون أقوى بكثير، وبالرغم من ذلك إيران لن تتجاوب معه. به نوی کنفرانس مطبوعاتی برایان هوک نماینده وزارت خارجه آمریکا عذرخواهی میکنم در امور ایران هستید و عادل جوبیر وزیر عربستان سعودی در امور خارجه، برایان هوک در بخشی از این کنفرانس مطبوعاتی از شورای امنیت خواست که نگرانی های کشورهای منطقه درباره لغو تحریم های تسلیحاتی ایران که 4 ماه دیگه قرار انجام بشه رو جدی بگیره. آقای هوک همچنین گفتش که گزارش های عربستان سعودی در رابطه با یک محموله تسلیحاتی که برای حوثی ها در یمن ارسال می شده رو دریافت کرده و شنیده. ندی رو در جریان سفر خود تو عربستان سعودی دیدین مبنی بر این که حملات هفته گذشته به عربستان از طرف یمن بوده؟ ما هیچ دلیلی نداریم که شک بکنیم این حمله از طرف یمن بوده. این سوالی هستش که من دوست دارم خودم از آقای الجوبیر بپرسم. از چه جای دیگه این حمله مگه میتونه اتفاق افتاده باشه؟ تا یه حدی من فکر میکنم بعضیا قضیه رو بیش از اندازه پیچیده کردن. اگه ما سلاحهایی داریم که دارن از تنگه عبور میکنن و از ساحل عمان میان، معلوم از ایران دارن میان، از هیچ جای دیگه نمیتونن بیان. این احتیاج نداره که ما خیلی دنبال یک کار کاراگاهی و تحقیقاتی باشیم. رژیم ایران مدت هاست که حوثی ها رو داره تسلیح میکنه تا
بتونن بالاتر از اون سطحی که اصلا منطقی نیست بجنگند. این باعث طولانی تر شدن و شدت گرفتن جنگ یمن شده و ایران در این قضیه شریک هست، بسیار شریک جرم در فاجعه انسانی هست که داره در یمن رخ میده. من بسیار سرخورده شدم، بسیار سرخورده شدم از اینکه رسانه‌ها چگونه ناکام بودند در به پاسخگو طلبیدن ایران بابت نقشی که در تبدیل یمن به یک فاجعه بزرگ انسانی داشته. ما تلاش‌های زیادی رو دیدیم که از طرف آمریکا، از طرف عربستان سعودی، از طرف مارک گریفیث، از طرف جامعه بین‌الملل انجام شد تا بتونن این جنگ رو کم بکنن، از بین ببرن، ولی ایران می‌خواستن تا حدی که ممکنه این جنگ رو ادامه بدن، کش بدن، و تو اونجا هم که بتونن این کارو میکنن. برای همین هستش که شورای امنیت یک نقش محوری داره. ما بسیار خوشبین هستیم نسبت به نشستی که فردا در شورای امنیت انجام خواهد شد، زیرا معتقد هستیم که اسناد بیشتری ارائه خواهد شد درباره اینکه چرا تحریم تسلیحاتی ایران باید تمدید بشه. ایران نتونسته اعتماد لازم رو جذب کنه تا این تحریم‌های تسلیحاتی لغو بشن. من فکر می‌کنم عربستان بسیار شفاف بوده در ارتباط با اطلاعاتی که ما جمع‌آوری کردیم درباره مبدأ این موشک‌ها و حملاتی که به عربستان شد، و بسیار معتقد هستم که وزارت دفاع و عربستان همچنان شفاف خواهند بود در ارائه سندهایی رو که دارن. ما بازرسان و کارشناسانی داشتیم که کشورهای متعدد بعد از اون حمله اومدن به کشور ما، و داده های اونها هم این بود که این موشک‌ها از شمال اومدن، مبدأشون ایرانی بودن، و فقط عربستان سعودی نیست این حرف رو زده، اینو کارشناسان بین‌المللی گفتن. اما در ارتباط با وضعیت یمن، من میخوام تایید بکنم اون بحثی رو که دوستم آقای برایان هوک درباره فاجعه انسانی اونجا گفت. عربستان سعودی همه کارش رو برای کاهش فاجعه انسانی در یمن انجام داده. عربستان سعودی یک برنامه توسعه در یمن رو داره، پروژه هایی رو در یمن داره که همین الان در حال اجرا شدن دارن، اما به جاش ایرانی ها دارن مین میفرستن به یمن، دارن سلاح میفرستن به یمن. عربستان سعودی بسیار از نزدیک با فرستاده ویژه سازمان ملل کار کرد تا بتونه یه انتخاباتی رو در یمن برگزار بکنه، تا بتونه صلح رو به یمن بیاره. ما از تمام این تلاش‌ها حمایت کردیم، همه کارهای خودمون رو کردیم تا بتونیم برسیم به یک توافقی که یمن رو از تخریب بیشتر دور بکنه و به صلح برسونه. اما ایران دارن دقیقاً، ایرانیان دارن دقیقاً برعکسش رو انجام میدن. من تا به حال، من در طی 2000 سال گذشته هیچ وقت نشیدم که ایرانیان دنبال این بودن که بخوان یه بیمارستان یا یه مدرسه در یمن بسازن. اون چه که فقط داریم میشنویم اینه که سلاح میفرستن به یمن تا بتونن به مرگ و خشونت در اونجا دامن بزنن. ما با برادران یمنی خودمون کار میکنیم تا بتونیم کار بکنیم تا وضعیت رو بهتر بکنیم، و تمام تلاش‌های خودمون رو به کار خواهیم برد تا بتونیم یمن رو نجات بدیم از این خشونت بیشتر. سوال؟ کسی سوالی نداره؟ مرسی، مرسی. من از رویترز هستم. سوال من از آقای جوبر هست. چرا عربستان سعودی به روسیه و چین گفته؟ عربستان سعودی چی به روسیه و چین گفته در زمینه تحریم تسلیحاتی ایران؟ و اگه اونها بخوان وتو بکنن بحث تمدید تحریم تسلیحاتی ایران که گفتن این کار رو انجام میدن، چه تأثیری روی روابط عربستان با چین و روسیه خواهد داشت؟ ما داریم با تمام کشورهایی که در شورای امنیت حضور دارن مشورت میکنیم، و بهشون داریم نشون میدیم که چقدر مهم هستش که تحریم تسلیحات ایران تمدید بشه. ما بهشون گفتیم چه خطراتی وجود داره که اگر تحریم تسلیحات ایران تمدید نشه. این مذاکرات ما همچنان ادامه دارد. بیشتر از این من دوست ندارم که گمان زنی کنم. سوال دیگه نیست؟ آقای براین، من از عربی هستم. السؤال الأول، لماذا قامت الولايات المتحدة الأمريكية برايان هوك مسؤول إيران در وزارت خارجه آمریکا
و عادل جوبر وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی هستید. برایان هوک در ریاض به سر میبره، جایی که به گفته مقام‌های سعودی هفته گذشته مورد حمله پهبادی و موشکی شورشیان حوثی از جانب یمن قرار گرفته. همونطور که شنیدید، مقام‌های عربستان ایران رو مسئول این حمله میدونن. من فکر میکنم که ما داریم بیش از اندازه این تصمیم رو تفسیر میکنیم. ما نیروهای دفاعی خودمون رو در منطقه در نقاط مختلف مستقر میکنیم. این جزئی از برنامه های ادامه دار دفاعی ما هستش. ما در صحنه نیروهای و سامانه های دفاعی هوایی بسیار قوی داریم. مرتب نیروهای خودمون رو برای جوابگویی به تهدیدها و حفظ آمادگی بازچرخانی میکنیم. این نیروها بسیار توانایی های بالایی دارند، توانایی های دفاع هوایی که بتونن با هر گونه تهدید از طرف ایران مقابله بکنن. ما همچنین آمادگی خودمون رو داریم حفظ میکنیم برای بالا بردن توانایی های خودمون در یک زمان بسیار کوتاه. وزارت دفاع آمریکا همچنان تلاش خواهد کرد با عربستان تا بتونن سامانه های دفاع هواییشون رو قوی بکنند. این یک همکاری چند جانبه هستش. من قبلا هم گفتم طی تجربیات من در مدت گذشته ما دیدیم که ناوهای هواپیمابر زیادی اومدیم اینجا آوردیم و بردیم، سامانه های دفاعی زیادی رو آوردیم بردیم، کمک کردیم که کشورهای دیگر رو وارد صحنه بکنیم، از کمک اونها استفاده بکنیم تا بتونیم توانایی های دفاعی عربستان رو قوی بکنیم. ماموریت ما عوض نشده، ماموریت ما همچنان به قوت خودش باقی هستش و من فکر نمی کنم که مردم باید خیلی این مسئله رو بیش از اندازه تفسیر بکنند. وقتی آمریکا بر اساس برنامه خودش همیشه در حال گردش و تغییر محل استقرار نیروهای خودش هست، نباید این رو بیش از اندازه تفسیر کردش. ماموریت ما همیشه همون هست. عربستان یک شریک امنیتی بسیار نزدیک برای آمریکا هستش. ما با تهدیدهای مشترکی روبرو هستیم. برآورد ما از این تهدیدها هم مشترک هستند. رژیم ایران هرگز بهش اجازه داده نخواهد شد که دست به سلاح هسته‌ای داشته باشه. تموم شد و رفت. ما فهم کنیم ایران نمیتونه با همسایش به صلح برسه. آمریکا و عربستان مخالف برنامه‌های موشکی بالیستیکی ایران هستند. این برنامه‌ها باعث مرگ سعودی‌ها شده و حتی جان شهروندان آمریکایی که اینجا در عربستان هستند رو تهدید کرده. حوثی‌ها واقعا با حمله هاشون بدون هیچ گونه ترحمی، بدون هیچ گونه برخورد گزینشی به عربستان حمله میکنن. مثلا اون حمله ای که به فرودگاه ریاض در عربستان کردن که با همین موشک ها انجام شد، این میتونست به یک هواپیمای مسافربری بخوره که از هر جای دنیا وارد این فرودگاه میشد. و ما باید تمام تلاش خودمون رو به کار بگیریم که اجازه ندیم این گونه حملات اتفاقی بیفته. شورای امنیت سازمان ملل یک مسئولیت داره و مسئولیتش این هست که اجازه نده یک تحریم تسلیحاتی 13 ساله علیه بزرگترین حامی تروریست در جهان تمدید بشه. این یک واقعیته. سلام، من CNN هستم. ایران برای پرزیدنت ترامپ همین الان و 36 نفر دیگه حکم جلب بین‌المللی صادر کرد به خاطر مرگ قاسم سلیمانی و خواستار بازداشت اونها شد. نظر شما چیه؟ این هم یک بازی و یک نمایش سیاسی دیگه از طرف حکومت ایرانه. ما تعجب نمی کنیم. این اون نوع تبلیغاتی هستش که ما بهش دیگه عادت کردیم. به نظر ما اینترپول مداخله نمیکنه و حکم جلب بین الملل صادر نمیکنه بر اساس انگیزه های سیاسی. این هم یه انگیزه سیاسی داشته. این هیچ ربطی به امنیت ملی، هیچ ربطی به صلح جهانی و یا اصلا ربطی به ارتقای امنیت نداره. یه بحث سیاسی هستش و باید به همین شکل دیدش. این یک بازی و یک نمایش تبلیغاتی از طرف ایرانی که هیچ کی جدی نمیگیره و فقط باعث میشه که ایرانی‌ها خیلی احمق به نظر بیان. به نظر من هم خیلی این خنده دار هست. سلام علیکم.
سلام، من ریچارد هستم از CCTV. معالی الوزیر، هل هناك تفاصيل جديده بشان الاجتماع بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومه الشرعيه اليمنيه في رياض؟ وشكرا. المملكه العربيه السعوديه تعمل عن قرب في في توحيد صف المكونات اليمنية وبالذات بين المجلس الانتقالي وبين الحكومة الشرعية والمملكة العربية السعودية. هذه كونفرنس مطبوعاتي عادل جوبير وزير مشاور در امور خارجه عربستان و برایان هوک مسئول ایران در وزارت امور خارجه آمریکا هستید. آقای هوک در ریاض به سر میبره و از جمله مواردی که دربارش گفتگو شد پایان تحریم تسلیحاتی علیه ایران هست که در شورای امنیت به واسطه قطعنامه 2231 چهار ماه دیگر منقضی میشه و خواسته آمریکا و عربستان سعودی تمدید این تحریم تسلیحاتی. آقای براین هوک از شورای امنیت خواست که از با نگرانی های کشورهای همسایه ایران درباره این تحریم تسلیحاتی رو بشنوه و در تصمیم گیریش در نظر بگیره. میتونی سوال اولتون رو دوباره بپرسید؟ نظام ایرانی في اكثر من مناسبه يتساءل بانه لماذا يتم حظر تسليح هذا النظام الايراني فضلا عن استمرار هذا الحظر. الشق الاخر ايضا اعيد مره اخرى بانه نحن نتساءل ايضا هل سنتوقع عقوبات اضافيه على النظام الايراني فضلا عن استمرار حظر الاسلحه. شكرا. من فکر میکنم وقتی شما به رفتار ایران در طول 41 سال گذشته نگاه میکنین هیچ تعجبی نداره که تحت تحریم تسلیحاتی قرار گرفتن. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پرونده هسته‌ای ایران رو به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد در سال 2005 که این باعث شد تحریم‌های چند جانبه علیه ایران اعمال بشن. در جریان اون کارزار بود در سال 2007 بر اساس قطعنامه دیگر از شورای امنیت سازمان ملل ایران تحت تحریم تسلیحاتی هم قرار گرفت که ایران را منع کرد از جابجایی سلاح‌های سنتی ورای ایران، یعنی صادرات و واردات سلاح. در سال 2010 شورای امنیت تحریم تسلیحاتی رو گسترش هم داد تا این تحریم‌ها شامل این بشه که کشورهای دیگه هم اجازه پیدا نکنند که سلاح‌های متعارف به ایران بفروشند و این تحریم تا الان به قوت خودش باقی بوده و قرار هست 4 ماه دیگه منقضی بشه. رژیم ایران از توافق هسته‌ای سوء استفاده کرد و این توافق رو یک پوششی قرار داد برای پیشبرد یک سیاست خارجی فرقه‌گرا و توسعه طلب. من یادم سال 2014 ایران گفته بود که 4 تا سرمایه مهم داره. پرزیدنت ترامپ و آقای پومپئو تا به حال این ادعای ایران رو به چالش کشیدند. اونچه که ما الان در ایران می‌بینیم یک وضعیتی هست که ایران رو در ورطه فروپاشی مالی قرار داده. همینطور بعضی از شرکای ایران مثل حزب الله لبنان رو در ورطه فروپاشی مالی قرار داده. برای همین ما بسیار تونستیم مؤثر عمل بکنیم در محرومیت ایران از دسترسی به منابع مالی که بتونه سلاح‌های خودش رو تولید بکنه و گسترش بده و این فشارهایی که ما بر ایران اعمال کردیم بسیار مؤثر بودن و ما همینطور نشون دادیم اون الگوی سیاست خارجی ایران برای اون چیزی که نشون دادیم اون چیزی که واقعا هست تا باعث شده که آدم‌های زیادی در دنیا نگاه بکنن، مخصوصا در خاورمیانه، به الگوی کشورداری ایران و رد بکنن. خود مردم ایران این الگوی کشورداری رو ربط کردن. در آبان ماه سال قبل ایرانی ما دیدیم که مردم ایران دست به تظاهرات گسترده زدن و عکسای رهبران ایران رو پاره کردن و دنبال این بودن که یک حکومتی به سر کار بیاد که اونها رو نمایندگی بکنه و اگه چیزی هست که دولت آمریکا واقعا بهش اهمیت میده این هستش که مردم ایران شایسته داشتن حکومتی هستن که
از طرف اونها انتخاب شده باشه. من بسیار خوشبین هستم نسبت به آینده ایران. من بسیار امیدوار هستم که در واشنگتن دی سی در خیابون ماساچوستس ما بتونیم کلید سفارت ایران رو دوباره تحویل مردم ایران بدیم. اگه شما نگاه بکنیم به تاریخ 100 سال گذشته ایران، بسیار به روشنی خواهید دید که مردم ایران تلاش‌های متعددی رو به عمل آوردن تا بتونن یک دولت منتخب رو داشته باشن. دوران خوبی داشتن، دوران بدی داشتن، ولی واقعا دوران 41 سال گذشته جزو تاریک‌ترین دوران برای تاریخ مردم ایران دیده خواهد شد. برای همین من میدونم که ایرانی‌ها دوست دارن سیاست‌هایی رو ببینن که دولت‌ها در مردمشون سرمایه گذاری میکنن، مثل دولت های حاشیه خلیج فارس. من این سوال دارم، چجوری میتونین که چجوری میشه خطر ایران رو بدون رسیدن به جنگ پاسخگو بود؟ ما ایران رو یک خطر میبینیم، نه فقط در امنیت منطقه بلکه امنیت و صلح جهانی. ما فکر میکنیم ایران بزرگترین حامی تروریست هست. ما فکر میکنیم که جامعه بین‌الملل باید خیلی سرسختانه تر با ایران و نیروهای تحت حمایتش مقابله بکنه. برای ما اصلا فکر نمیکنیم که حزب الله اصلا یک شاخه سیاسی، یک شاخه نظامی نیست. حزب الله لبنان یک گروه تروریستی هستش. این دو شاخه سیاسی و نظامی اصلا معنی ندارن، هر دوشون واقعا یک شاخه تروریستی هستن. بنابراین کشورهای مختلف واقعا خیلی با تسامح برخورد کردن با گروه‌های مثل حزب الله یا مثل روسیه‌ها و باعث شدن اونا رو تشویق بکنن که دست به ویرانگری بیشتری بزنن. ما معتقد هستیم که جامعه بین‌الملل باید فشارهای زیادی رو بر ایران اعمال بکنه تا تبعیت بکنه از قوانین بین‌المللی و مقابله با تروریسم و مقابله با کارتل‌های مواد مخدر و بیشتر به فکر مردم خودش باشه. و ما معتقد هستم که آمریکا و عربستان تلاش‌های زیادی رو می‌کنن که بتونن بیشترین تعداد دوستان و کشورهای همفکر رو بسیج بکنند که تضمین بکنند و اطمینان حاصل بکنند که ایران نتونه به جامعه بین‌الملل تهدیدی رو داشته باشه. ما دلمون می‌خواد که ایران یک کشور معمولی باشه. ما دلمون می‌خواد که ایران یک کشوری باشه در جامعه بین‌الملل مثل کشورهای دیگه زندگی بکنه، احترام بذاره به قوانین بین‌الملل، احترام بذاره به حاکمیت ملی در کشورهای دیگه، مداخله نکنه و بتونه دست از برنامه‌های موشکی و بالستیکی خودش برداره، دست از برنامه تروریستی خودش برداره. اما متأسفانه ما چیزی ندیدیم. اون چه که ما دیدیم، هر سال که میگذره رژیم ایران ایدئولوژیک تر میشه، تهاجمی تر میشه و به دخالت های خودش در کشورهای دیگه اضافه میکنه و باعث میشه که تخریب و ویرانی و مرگ بیشتری در نه فقط در خلیج بلکه در اروپا، در آمریکای جنوبی، در و در آسیا این مرگ و ویرانگر اتفاق بیفته. این رفتارها غیر قابل قبوله. برای همین ما معتقد هستیم که بشاید با هم کار بکنیم تا حد ممکن بتونیم ایران رو به عقب برونیم. من با تمام اونچه که آقای جوبر گفت موافق هستم و دوست دارم که اضافه بکنم به حرفای او. من وقتی در سال 2007 در شورای امنیت سازمان ملل بودم، روی یکی از قطعنامه هایی که تحریم تسلیحات ایران داشتم مذاکره میکردم سال 2007 برای اون قطعنامه که ایران رو تحریم تسلیحاتی میکنه و اون رأیی که از طرف شورای امنیت سازمان ملل داده شد، رأی بود که هم صدا همه اعضای شورا متفق القول بهش رأی دادن. در سال 2010 ما این تحریم های تسلیحاتی رو داشتیم که بسیار گسترش پیدا کردن و کشورهای پنج بلیه یکم شاملشون می شدن. برای همین من فکر کنم خیلی مهمه در ارتباط با خاورمیانه این که پنج عضو دائمی شورای امنیت بدونن، باید درک بکنن که همه ما نفعمون در این هستش که خاورمیانه پر از صلح و امنیت باشه. همه ما منافع مشترکمون اینه. منافع مشترک همه ما همین هستش که ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشه. همه ما دوست داریم ببینیم که ایران با همسایگان خودش در صلح باشه، به جای اینکه همش دست به حملاتی بزنه که بعداً بخواد انکار بکنه از طریق نیروهای تحت حمایت خودش. من بسیار امیدوار هستم که ما بتونیم همکاری بکنیم به عنوان پنج عضو دائمی شورای امنیت برای رسیدن به یک توافق که از قبل اون بتونیم به این منطقه کمک بکنیم. این منطقه احتیاج به سلاح بیشتر نداره. بعض کافی سلاح تو این منطقه هست و اینه که الان اینجایی که میبینین نمونه مشتی، نمونه خبر از سلاح‌های مخرب و کشنده هستش که در خاورمیانه وجود داره. این شورای امنیت الان فرصت داره که کار درست انجام بده. من همچنان خوشبین هستم نسبت به موفقیت تلاش‌های دیپلماتیک ما و من الان ندیدم که کسی به لحاظ امنیت ملی بحث بکنه که تحریم تسلیحات ایران نباید تمدید بشه.
متشکر هستم از همه، خیلی ممنون. میرنده کنفرانس زنده مطبوعاتی عادل جوبر، وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی و برایان هوک مسئول ایران در وزارت خارجه آمریکا.